اعتراض ها هر روز ابعاد گسترده‌تری داره به خودش میگیره، به طوری که الان اخشار و اصناف مختلف رو هم در بر گرفته. به نظرتون چقدر این گستردگی به مردم برای رسیدن مطالباتشون کمک میکنه؟ درود بر شما. بله، واقعا این گسترده شدن اعتراضات و اون سرایتش به اقشار و اصناف مختلف جامعه، خب از یک طرف باعث تجدید روحیه در معترضین شده. یعنی ما سال 1400، یعنی سال گذشته، یکی دو صنف مثل معلم‌ها و کارگرها این اعتراضات رو شروع کردن. دیدیم با تداوم اون اعتراضات اقشار دیگه هم به خودشون این جرأت رو دادن که وارد خیابان بشن و اعتراضات خودشون رو به صورت روشن در خیابان شعار بدن. و اینه که الان ما می‌بینیم این تجدید روحیه باعث میشه هر روز گروه جدیدی به معترضین اضافه بشه. از طرفی فوکوس اون دستگاه‌های امنیتی و حکومت رو روی معترضین هم کم می‌کنه. یعنی وقتی فقط یه صنف باشن، برخورد با این صنف خیلی راحت‌تره برای دستگاه‌های امنیتی. اما الان ما می‌بینیم با گسترش اعتراضات، عملاً حکومت نمیتونه همه رو دستگیر کنه. دستگیر کردن معترضین هم خودش یک تبعات جدیدی برای حکومت داره و همین مسئله یک اختلافات و یک شکافی هم در دستگاه امنیتی ممکنه به وجود بیاره. اینه که واقعا گسترش اعتراضات این فواید و این خواص رو برای خود مردم و معترضین به دنبال داره. آقای برامی، صحبت های نماینده مهریز در مجلس مقدار قابل توجه بود، گفته حقوق بازنشستگان کفاف 10 روز زندگیشون رو هم نمیده. آیا این جزء وظایف مجلس نیستش که فکری به حال این مشکل کنه؟ یا اصلا کلاً آیا این گونه اظهار نظرها برای فرافکنیه یا واقعا به فکر بازنشستگان هستند؟ اینا به نظر من یک جست های توخالی رسانه‌ای هست، چرا که همونطوری که شما اشاره کردید مجلس خودش به هر حال باید یک قدمی بر می داشت. ما سال گذشته بیشتر اعتراضات بازنشسته ها بر سر طرح همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشسته ها بود، اما همون سال گذشته ما دیدیم یک طرحهای واقعا ضد مردمی مثل طرح سیانت که همون قطع کردن اینترنت بود، بارها در دستور کار مجلس قرار گرفت، زمان زیادی رو به طرحهای این چنینی اختصاص دادن، اما اون طرح اصولا در مجلس مطرح نشد. یا اینکه مثلا چند روز پیش یک نماینده دیگه با یک لحن شدید خیلی تندی اعتراض میکرد به مسئولین که مردم در فشارن، مردم زیر بار گرانی و تورم کمرشون خم شده، اما در نهایت مقصر اصلی رو معرفی نکرد و حتی آخر اون خطابه قرای خودش از آقای خامنه‌ای یاد کرد که چرا به حرفای ایشون گوش نمیدید که این مشکلات حل بشه. اینها یک جسای رسانه‌ای که واقعا اون منبع و سرمنشأ مشکلات رو نشونه نمیگیره و صرفا برای به دست آوردن دل اون رای دهنده‌ها و کسانی در اون حوزه‌های انتخابی خودشون است. و الا همین مجلس پرچم آمریکا رو در صحن علنی آتش زدن، این نماینده‌های فعلی و جدید حتی از نماینده‌های سری قبل بسیار افراطی‌تر و تندروتر هستن و واقعا اگر کسی قرار باشه مقصر باشه، خب یکی از مقصرین اصلی خودشون هستن. ممنونم از توضیحاتتون. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما.